آرام اسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری اینجا در استودیو در واشنگتن با ماست و حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب هم از همین شهر به ما پیوسته. آقای هاشمیان، با شما شروع میکنم. همین الان هم در حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل، بعضی از کشورهای عرب، حالا بعضیشون رسمی تر مثل اردن، بعضیشون غیر رسمی تر مثل سعودی ها، به نظر میاد که کمک هایی کردن برای مقابله با تهدید ایران علیه اسرائیل. چقدر فکر میکنید که حالا با توجه به اینکه این تهدید ایران یک اقدام عملی هم شده، ممکنه دست بزنن و سعی بکنن یک سیستم یک پارچه بسازن با هم؟ بله، درود بر شما و مهمان گرامی و همچنین بینندگان محترم. من فکر میکنم جمهوری اسلامی با حمله که انجام داد، درسته که اسرائیل 99% موشک ها پهپادهای جمهوری اسلامی رو ساقط کرد، ولی یک سوال بسیار مهمی در کشورهای منطقه مطرح کرد، و این که اگر این حمله به سوی این کشورها صورت بگیره، در واقع اون منظومه دفاع هوایی اونها، موشک های اونها، آیا توان جلوگیری از این حملات مانند اسرائیل رو داره یا نه؟ به همین خاطر الان این مسئله که اتفاق افتاد، نزدیکی ایالات متحده به این کشورها از این بود شتاب گرفته. یه مسئله دیگه که هم بهش میشه اضافه کرد و خیلی مهمه، اینکه کاری که اردن انجام داد، در واقع برخی از موشک های جمهوری اسلامی رو ساقط کرد، هم برای آمریکا و هم برای اسرائیل تشویق کننده است. به این معناست که اگر قبلا با اعطای تکنولوژی جدید نظامی به این کشورها از سوی اسرائیل یا از سوی گروه‌های در آمریکا مخالفت‌های صورت می‌گرفت، الان با کاری که اردن انجام داد، در واقع نشون داد که این کشورها میتونن در چارچوب امنیت منطقه با اسرائیل همکاری کنند. مسئله سومی که بایستی مطرح کرد این که بعد از حمله جمهوری اسلامی و بعد از این داستانهایی که به این شکل مطرح شد، الان ایالات متحده هم خواهان همکاری این کشورها در مورد امنیت دریایی شده. یعنی شما اگه دقت کنید به صحبت های آقای بلینکن، گفته که دفاع هوایی، موشک ها و امنیت دریایی. این به این معنی است که قبلا که این کشورها مخالفت کرده بودند با ائتلاف آمریکا بپیوندن و در برابر حوثی ها اقدام کنن، احتمال این که در این مسئله تجدید نظر کنن بسیار زیاده. آقای حسامی، به نظر میاد که خواسته یا نخواسته این کشورها خیلی به هم نیاز دارن. یعنی حتی دیدیم سعودی ها و اماراتی ها هم از نظر اطلاعاتی کمک کردن به غربی ها و اسرائیل به طور غیر مستقیم. بارها هم این بحث یک سیستم پدافند یک پارچه منطقه‌ای مطرح شده. حالا که این تهدید از حرف به عمل رسیده، چقدر فکر میکنید که واقعا منطقه نیازمند یک همچین سیستمی هست؟ خب نیازش که بلافاصله مشخص شد، اما این بحث در ایران هم هست. روزنامه شرق امروز مقاله مفصلی داشت راجع به این که بعضیا بر این باورن که حمله ایران به اسرائیل باعث شد که در واقع بازی عادی سازی روابط با گالف و جی سی سی و عربستان عقب بیفته و منتفی بشه تا مسئله فلسطین حل بشه. گروه دیگه بر این باورن که نه، این حمله باعث شد که کشورهای دیگه متحد بشن و این بحثا ادامه داره که آیا باعث میشه که یک در واقع حالا یک مجموعه دفاعی درست بشه بر علیه توان موشکی ایران. امروز ما تحلیلگرامون توی پرسومیدیار یک نقل قول کردن از یکی از سرداران سپاه، هفته سیاسی عقیدتی سپاه هست، بزرگ داشتشه، فکر کنم رمضان شریف سخنگوشون هست، گفت که ببینید ایران در مقابله با موشک‌های ایران 10 کشور با هم متحد شدن که پهپادهای موشک‌های ما رو در واقع هدف قرار بدن، و نتیجه گیریش این بود که ببینید چه توانمندی جمهوری اسلامی و سپاه برای جمهوری اسلامی در منطقه به وجود آورده که دست ایران در موازنه قدرت خیلی بالاست. حالا همین رو نگاه کنید، دوبر سکه رو می‌بینید. یک عده بر این باور بودن که این باعث میشه که به اصطلاح عادی سازی روابط منتفی بشه، یک عده بر این باور بودن که
این باعث میشه که اتحاد کشورهای عربی، مخصوصا اون 6 کشور GCC خلیج، با هم همکاری کنن و یک نیروی دفاعی درست کنن. امروز بود که بلینکن مشخصا اعلام کرد که احتیاج ضروریه و این امکان ممکنه به وجود بیاد. اینه که خیلی مطرح میشه. بنابراین الان نتیجه رو دیدید، تقویت کرده این موازنه قدرت رو از اون طرف. ولی آقای هاشمی، یعنی همه کشورهای منطقه خلیج فارس هم یک صدا نیستم. اصلا بعضی ها مثل قطری ها روابط صمیمانه تری با تهران دارن، بعضی ها مثل اماراتی ها روابط بی‌طرفانه تری با ایران دارن. چقدر فکر میکنید که این رسیدن به یک اجماع رو میتونه سخت بکنه؟ ببینید، حتی قطری ها من فکر میکنم با توجه به اینکه به شکلی به جمهوری اسلامی نزدیکن و در محور اخوان المسلمین هم هستن، ولی در نهایت حملاتی که جمهوری اسلامی انجام داد به شکلی امنیت آنها را تهدید میکنه. لذا من معتقدم که این کشور هم با اینکه همینطور پادشاهی عمان با اینکه به شکلی به جمهوری اسلامی نزدیکن، ولی احساس خطر میکنن و در این پیمانهای جدید و همکاری‌های جدید شرکت فعالانه خواهند داشت. و بخصوص اینکه الان وضعی پیش آمده که سعودی‌ها آمدند به قضیه عادی سازی روابط با اسرائیل هم به شکلی شتاب دادن، اونطور که الان بحث‌ها مطرح میشه، گفتن که پیمان امنیتی با آمریکا در مراحل نهایی اونها هستش و ما می‌بینیم که اصلا از سوی قطری‌ها هیچ اعتراضی هم در این زمینه انجام نمیشه. این پیمان امنیتی که قرار با آمریکا انجام بشه و سه بند هم داره، سه بند خیلی معروفی داره، در واقع شرطی بود که سعودی‌ها برای عادی سازی روابط با اسرائیل گذاشته بودن. این که الان میگن به مراحل نهایی اون نزدیک شده، یعنی در واقع کاری که جمهوری اسلامی کرد یا حماس در حمله 7 اکتبر کرد، نتونست جلوی این عادی سازی رو بگیره و الان این عادی سازی به شدت شتاب گرفته. همه این کشورها هم در موضوع امنیت با هم مشترک هستن، اگرچه با هم اختلافاتی دارن، و بنابراین اون چه که آقای بلینکن میگه جمهوری اسلامی یه خطر واقعیه، این مسئله رو میپذیره. آقای حسامی، حالا اسرائیلی ها یک فاصله نسبتاً بیشتری با ایران دارن، اردن و عراق و عربستان در مسیر هستن، حمایت تمام عیار ایالات متحده رو پشت سر دارن و خیلی هم مردمشون ناشنا نیستن با راکت پرانی به کشورشون، ولی بعضی از این کشورهای خلیج فارس اگر یکی از این راکت هایی که در آسمان اسرائیلی دیدیم در اونجا دیده بشه، برخلاف اسرائیلی ها که از همه جای دنیا برمیگردن به سرزمین اسرائیل، ممکنه بسیاری از این سرمایه‌گذاران و خارجی‌هایی که در این کشور زندگی می‌کنن با اولین پرواز برگردن به اروپا و مناطق دیگر دنیا. چقدر وضعیت کشورهای عربی خلیج فارس اتفاقا خیلی شکننده‌تر هست در مقابل تهدید ایران در مقایسه با اسرائیل؟ خب همین دیگه، این مسئله بازدارندگی راجع به اینم صحبت کردیم که در مرحله اول این است که آیا این اتحادیه یا این ائتلافی که ممکنه ایجاد بشه یک حالت بازدارندگی برای ایران و جمهوری اسلامی داره یا نه، و آیا کشورهای منطقه یک پیغامی میفرستن. ببینید، چین هم این مسئله رو داشت دیگه در یمن، یعنی این میخواست عربستان سعودی و ایران مسائل اقتصادی و سیاسی و مبادلات حالا تجاری رو تحت شها قرار ندن، یعنی یک منفعت هم دارن، علاوه بر اینکه ممکنه فقط هم بازدارنده باشه. یعنی من فکر نمی‌کنم کسی شک داشت در قدرت موشکی ایران که بتونه مثلا به کویت یا با عربستان درگیر بشه، چون نشون دادن. ولی این بازدارندگی به نظر من جنبه خیلی مهمی داره. یه نکته دیگر هم من میگم، صحبت کردیم راجع به این مسئله که آیا راه حل سیاسی برای مسئله غزه و اسرائیل وجود داره. اینجوری که الان آقای بلینکن صحبت میکنه، البته ایشون گفتن اسرائیل سخاوتمندانه در حقیقت یک امتیازایی داده. خب اگر اینجوری باشه، راه حل سیاسی برای مسئله غزه و فلسطینی‌ها بعد کشورهای عرب رو برکت در میاره، که الان هم مسئله عادی سازی در این رابطه و توازن قوا مشخص میشه. یه راه هست که شما جنگ رو گسترده کنید، یه راه هست که طبق نسخه لیبرالا یا باید بگم دیپلومات ها سعی کنید یک توازن قدرتی به وجود بیارید که با حالت بازدارندگی داشته باشه، ولی راه حل سیاسی بایستی در حقیقت این کارو شروع کنه، نه راه حل نظامی. و الان من کنم به اون نقطه رسیدیم. ممنونم از هر دوی شما، آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری و حسن هاشمی تحلیلگر جهان عرب از واشنگتن.